بازگشت فتیح و آغاز دوره نوی بارسلونا این حادثه چگونه رخ داد؟ از لیگ چمپیونای آسیو یک بار دو دسته را میتوانند خارج کنند. اکنون چی استقلال دوباره در لیگ چمپیونها هنرنمایی میکنند. نوفامیو در پی‌اس‌ژی ادامه دارند. اتمسفر دسته خیلی نگران کننده است. این و دیگر معلومات جالب در برنامه امروزه. دوستان این برنامه از هر وقتی دراستر خواهد بود زیرا معلومات جالب بسیارند و همه‌شان را باید به سهم شما رسانیم. از این سبب دستگیری خود را برای قدردانی کردن زحمات ما فراموش نکنید. بیاید زیر این ویدیو یک کلیم از آن لایک جمع کنیم. علاکه لایک خود را گذاشتید این طور باشد در اگم جا بازور شنید ما باشیم سر میکنیم. ولی پیش از سر کردن میخوان دانش فوتبالی شما رو بسنجم. در کامنتار نویسید که در رسم کدام فوتبال باز پنهان شده است و سوال گذشته ما اولین شده فیروز قربانوف جواب درست داد. دو سال پیش آنسو فاتی جان آرزو میکرد که حداقل یک بار در حیات اساسی بارسا به میدان براید، اما تصور نمیکرد که با چنین مهارتش او را چگونه آینده انتظار است. آلکه در موسم یکم خود و یکچند گل زده در این برابر یکچند رکوردها را زد، از جمله جوانترین فوتبالباز گشت که در لیگ چمپیونها گل زده است. پس از آن در انتخاب بهترین فوتبالباز جهان که این جایزه را گلدن بوی یعنی بچه طلایی مینامند پس از خولان جای دیوم را اشغال کرد. همش خوب بود، اما جراحت در بازی موسم گذشته زدی بتیس خیلی جدی بود. تا اون درجه که به فتی گفته بودند شاید او دیگر تماما به میدان نبراید، اما همش خوب شد. پیش از این موسم روبرت با او باور کرده رقم ده مسی را داد. بسیارها به این قرار راضی نبودند، اما که بغیر از مسی سزاوار این رقم است. فتی خیلی ارزنده رفتار کرده گفت که رقم ده برای او فشار نه بلکه افتخار است. اینک پس از 322 روز جراحت کومان وعده کرد که در بازی لوانت آنسو به میدان میبرد و این حادثه رخ داد. با اون نگاه نکرده که دپای در دقیقه ششم از پنالتی گل زد و لوک دیونگ در دقیقه چهاردهم گل دیومی دسته را زده علاکه همه کار را حل کرد، ولی مخلصان در انتظاری برآمدن آنسو بودند. در دقیقه 81 این حادثه رخ داد. خیلی رمزی است، اما فتی با رقم ده به میدان برآمده راس و پس از 10 دقیقه گل زد، گلی که گویی آغاز بارسلونای نو بود. مخلصان فتی را چنان دوست داشتند که پس از بازی وقتی او با ماشینش از میدان میرفت برابر آن میدویدند و میگفتند که چقدر زیاد آنها آنسو را دوست میدارند. انا همین گونه بارسا را مو انتظار بودیم. انا نفری که انیق او را در کمپ نو دیگر چشم میدان ندارند این آنتوان گریزمان میباشد. پس از رفتن مسی مخلصان از او امید کلون داشتند، ولی گریزی در حال به اتلتیکو فرار کرد و بالای این کارش در اینترویو یک نمود سخن گفت که گویا گزارش به بارسا خطاگی بزرگترین در کریرش است. بله این سخنهایش درست است و با عرض احترام نسبت مخلصان دسته کاتالونی او نباید این سخنها را میگفت. زندگی برای چنین رفتارش او را جزا داد. در پنج بازی اول در دسته 26 یعنی اتلتیکو او یگان عملی فایدناک انجام نداده است، نه گل و نه پرتافت گلوار. خوب بیاید حالا به جدول لالیگا توجه کنیم. بارسا از ریال که در جای یکم از پنج خو قفا میباشد اما یک بازی کمتر انجام داده است. این رقابت ضد سویل است و اگر در آن کاتالونیها غلبه کنند پس به جای سوم جدول میبرایند. دوستان آیا پس از بازگشت فتی بارسا میتواند دوباره به درجه پیشنه خود براید؟ حتما فکراتون رو در این باره در کامنتار نویسید. علاکه دو بازی است که مثل رقابت های پی‌اس‌ژی رو همچون مخلص تماشا میکند زیرا جراحت برداشته است و حال برقرار نشده است، اما در نظر است که در بازی نوبتی پاریس او به میدان میبرد و این بازی ضد منچستر سیتی در دوره لیگ چمپیون ها است. لیو ضد دسته سابق ترنرش پپ گواردیولا بازی خواهد کرد. خیلی رمزی میشود اگر در این وخوری مسی اولین گل خود را در پی‌اس‌ژی به هدف رساند. 28 سپتامبر در برابر این رقابت باز یکچند بازی دیگر در لیگ چمپیون ها برگزار میگردد که به همه آنها دوستان ما از اکس کیفسنت های بلند پیشان نمایند. همچنین هنگامی رگیستراسیا با استفاده از پروموکد میدان میتوانید در اولین پرداخت تا $100 بونوس به دست آورید. سلکه بازی در کامنتاریا. سیومی سپتامبر سال 2021 برای استقلال میتواند روزی تاریخی باشد. پس از همه نوفامیو و جنگ ها در فوتبال آسیو میتواند پرسپولیس رو از لیگ چمپیونها خارج نمایند که سببگاری بازگشت استقلال میگردد. چند پیش دسته النصر عربستان نسبت پرسپولیس شکایت کرد. این دسته پرسپولیس را در آن متهم میکند که هنگامی انجام دادن ترانسفر را به قلابی رو داده است و چطوره که میگویند مخینیتسیه کرده است. گپ سری آن میرود که دسته ایرانی پس از انجام روزنه ترانسفری غیرقانونی پنج فوتبالباز رو خریده است. بعدی کار در آن است که همه این پنج بازینگر رو پرسپولیس به حیات خود در بازی استقلال ورود نموده است. اگر پرسپولیس رو از مسابقه خارج نمایند پس استقلال به جای ضد الهلال بازی میکند، اما بعدی کار در آن است که این ضد الهلال هم پرونده نظامی باز کردند. همون دسته النصر از بالای الهلال هم شکایت کرده است. خبر داده میشود که الهلال هنگام خریداری فوتبالباز ایتالیایی سباستیان جووینکو به قلابی رو داده است یا خود مخینیتسیه کرده است. هنگامی عملی کردن این ترانسفر دسته عربی چگونه قانونشکنی کرد معلوم نیست، ولی کار تا درجه جدی است که شخصا فیفا این حادثه را به نظارت خود گرفت.
агар Ал-Хилолро ҳам хориҷ намоянд, пас эҳтимол аст ки Истиқлол ба Лигаи Чемпионон барнамегардад. Хотиррасон мекунем ки дар даври якчорниҳои Персеполис Мазиди Ал-Хилол рақобат мекунад ва агар ҳарду ин дастаҳоро хориҷ кунанд, пас рақобати Ал-Ваҳда ва Ал-Наср ҳамчу полуфинал ҳисоб хоҳад ёфт. Ҳамаш 30 сентябр маълум мешавад, зеро ин рӯз ҷаласаи АФК баргузор мегардад ва нисбати дастаҳо чораҳои зарурӣ андешида хоҳад шуд. Умедворем ки танҳо Персеполисро хориҷ намоянд. پس از 5 ترانسفری هنگاموی که پی‌اس‌جی این تابستون انجام داد، حالت اون طوری که ما تصور می‌کردیم ایدئالی نیست. اکنون دسته پر از سوراخ‌ها، پر از پرابلما و نوفهمی‌ها شده است. اینجا تمامی نمون نقشه‌ها رخ داده ایستادند. یکم شده امباپه همه این کارها را آغاز کرد. پس از آمدن مسی و گویو قهر کرد و بازودروزی هم دسته خود اندر اریرا نرفت. هرچند که در اون حتی فوتبال‌بازان نوی پی‌اس‌جی از جمله حکیمی، وینالدوم، راموس و مسی اشتراک کردند. بعدم با راموس نوفهمی رخ داده بود. فوتبال‌بازان و کارمندان دسته گفتند که سرخو هوابالندانه رفتار میکند و نسبت همگون مناسبت خوب ندارد. پاچتینو بوشاد زود به راموس آگاهی داد و گفت که اگر آداب خود را خوب نکند پس به میدان نمیبراید. مناقشه دیگر یکچند روز پیش سر زد با سبب جانلویجی دوناروما. دروازه‌بان ایتالیایی شکایت کرد که ترنر نواس را بسیار به میدان میبرد و او را نه. در این بحث نیمار و مسی پشتی نواس را گرفتند که این باعث خفگی دوناروما شد. بازی گذشته پی‌اس‌جی ضد مونپلیه که 25 سپتامبر برگزار شد با غلبه دسته پاریس انجام یافت، اما در آن هم نوفهمی رخ داد. در دقیقه 88 پاچتینو امباپه را از میدان گرفت. همگی پس از یک دقیقه یولیان دراکسلر از پرتوفت نیمار گل زد. این گل به امباپه محکوم نشد. او به همدسته خود ایدریس گویه از بالای نیمار شکایت کرده چنین گفت: اسیست نیمار رو با دراکسلر دیدی؟ او در میدان با من چنین پرتوفتو نمیکند. یعنی امباپه چنین میشمارد که نیمار نسبت به او بخیلی دارد و در لحظه‌های ضروری پرتوفتی گلوار نمیدهد. شاید کسی گوید که بچنین حادثه و اهمیت جدی دادن در کار نیست، ولی ماس از آنها نفهمی کلون رخ میدهند. اتمسفر داخلی دسته ویران میگردد و این به نتیجه ها تاثیر کلون میگذارد. با چنین حال از امباپه نیمار و مسی سگونه بزرگ نمیبراید، زیرا امباپه اگئیست است و یا با سخنان دیگر خود را خیلی زیاد دوست میدارد. رفتار او وقتهای آخر نگران کننده است. علکه همین سال او با همدستههای خود هم در پی‌اس‌جی و هم در منتخب فرانسه نفهمی زیاده داشت. شما اوید چنین رفتار امباپه چی اندیشه دارید؟ حتما در کامنتر نویسید. با همین تمام دوستان، امیدوارم ویدیو امروز ما به شما پسند آمد و علکه لایک خدمتهای خود رو گذاشتید. با شما بودم من میرزا گیروف. خیر.